اسرائیل سامانه پدافندی موشک پیکان 3 را با موفقیت آزمایش کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این پدافند موشکی میتواند موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران را در خارج از جو زمین نابود کند. هوشمند میرفخرایی و جزئیات بیشتر در این باره. موشک ضد موشک پیکان 3 اسرائیل که با همکاری آمریکا توسعه یافته در یک گشت آزمایش که در فضای آلاسکا انجام شد توانست موشک بالستیکی را در جو زمین رهگیری و نابود کند. پیکان 3 و پیکان 2 مهمترین ارکان دفاع موشکی اسرائیل است و این آزمایش به صورت زنده در جلسه کابینه آن کشور نیز پخش شد. در هفته‌های اخیر 3 آزمایش موشک پیکان 3 را به صورت مخفیانه انجام دادیم. این آزمایش‌ها که در آلاسکا و با همکاری متحد بزرگمان آمریکا انجام شد، بیش از حد انتظار موفقیت‌آمیز بود. موشک پیکان 3 موفق شد یک موشک بالستیک را که با حداکثر سرعت حرکت می‌کرد، در خارج از جو رهگیری کند. به عبارت دیگر اسرائیل می‌تواند یک موشک بالستیک را که از ایران یا هر نقطه دیگری به سمت اسرائیل پرتاب شده در آسمان نابود کند. این دستاورد بزرگی است و به مفهوم برتری آفندی و پدافندی اسرائیل بر دشمن است. برد سامانه پدافندی پیکان 3 2400 کیلومتر است و با همکاری شرکت بوئینگ آمریکا تولید شده است. از جانب پرزیدنت ترامپ و دولت او توفیق اسرائیل در آزمایش موشک پیکان 3 را که مهمترین رکن پدافند موشکی کشور شماست صمیمانه تبریک میگویم. نتیجه این آزمایش و میزان توفیق در آن فوق‌العاده است. کمک های مالی و فنی آمریکا و انجام این آزمایش در فضای آلاسکا نمونه ای از مشارکت نزدیک دو کشور است و آمریکا به همکاری های همه جانبه با اسرائیل در این خصوص افتخار میکند. آمریکا میگوید موشک بالستیک میانبرد ایران که هفته گذشته پرتاب شد 1000 کیلومتر در فضا پرواز کرد. هوشمند بی‌فخرایی، صدای آمریکا.